در 17 اسفند 1408 مارس 2022 روز جهانی زن به ویژه برنامه صدای آمریکا فقر و طغیان زنان علیه بی‌عدالتی خوش آمدید. درود بر شما. حمیده یارمیده هستم. 8 مارس و مهمترین تحولات زنان در سال 1400. بحران بی‌آبی، گناه خشکسالی یا زمامداری نادرست. حاصلش زنانه تر شدن فقر و عزم زنان برای سیراب کردن سرزمین تشنه مادری. سر بر شانه هم جنبش همدلانه مستقل مادران دادخواه. 1400 سال تبلور پیوند سه نسل داغ دیده. تصویب قانون جوانی جمعیت، نظاممندتر شدن چرخه خشونت علیه زنان، رواج بیشتر کودک همسری و زنکشی، ویروس کرونا نکشد، ویروس مردسالاری میکشد. در همتنیدگی جنبش ها، زنان موتور محرکی جنبش های صنفی و کارگری در ایران. همه جا دیده میشوند، نقششان چیست؟ و ثابت شده از آسمان جمهوری اسلامی سنگ هم که ببارد عشق و عاشقی راه خودش را میرود و جوانان سبک زندگی خودشان را دنبال میکنند. در ادامه نگاهی بیاندازیم به چند نمودار. آخرین گزارش دانشگاه کمبریج از وضعیت توسعه پایدار در کشورها، هرچند که این منابع و این نمودارها آمارهای رسمی دولت جمهوری اسلامی رو نشون میدن. خطچین نارنجی وضعیت مطلوبه و آبی وضعیت زنان در ایران. سواد، بهداشت باروری، مشارکت نیروی کار زنان و در نهایت مشارکت سیاسی زنها که اشاره به تعداد کرسی‌های مجلس هست. نکته که جالب و مهم اینه که در جاهایی که کنترل بیشتر در دست خود زنهاست، وضعیت به سطح مطلوب نزدیک‌تره و هر جا که دست دولته با شکاف بیشتری نسبت به وضع مطلوب مواجه هستیم. چرخ گردان، شاخص‌های توسعه متوازن رو مشاهده کنیم که به نظر میرسه چرخ‌دنده‌های هماهنگی نداره و در همه اینها چرخ‌دنده‌ای برابری جنسیتی از همه هم کوتاه‌تر هست. هرچه توسعه پایدار بیشتر باشه، سطوح شاخص‌ها متوازن‌تر هست. برای همین رتبه ایران از 165 کشور تقریباً اون وسط‌ها قرار گرفته. حالا بیایید نگاهی بیاندازیم به آماری نسبتاً معتبرتر در سطح جهانی که از منابع سازمان ملل متحد گرفته شده. در اینجا فاصله شکاف جنسیتی در ایران به نسبت سطح مطلوب دیده میشه. رتبه ایران از 156 کشوری که وجود داشته 150 بوده. در اینجا میبینیم که زنها در سیاست در حداقل سطح مطلوب هستن و در اقتصاد و آموزش در شرایط نامتوازنی قرار گرفتند.